بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان نهایت عزیز سلام. امروز درس ما همچنان از برنامه اکسل شروع میشه. اولا ما استارت مینو کلیک میکنیم، بعدا اکسل 2016 را باز میکنیم. درس های ما در تب فرمولا از بود، یعنی تب فرمولا را در درس های گذشته بخش فرمولای سهم را خوانده بودیم. حال می پردازیم به فرمول های count, count A و count sum, count F, count FS به این بخش ها. قبلا ما یک جدول آماده کرده بودم، اما رو باز میکنم ببینیم به این شکل. خب این فرمول هاست که count, count A, count F, count FS, count blank, max, min, d max, d min, trim. ببینید شاگردای عزیز، کاونت یعنی تعداد اینمی سیل ها که قیمت داشته باشه، اینمی چیزا رو به ما، اینمی سیل ها رو تعدادش رو به ما جمع کرده میتونه. مثلا اینجا نوشته میکنیم که مساوی به کاونت قوس شروع، مثلا اینمی رنج انتخاب میکنیم، پاسپن انتر. ببینید داتا سیل داریم که قیمت داره در داخلش. ببینید این رو مثلا من حذف میکنم به این شکل، نوتا شد، یعنی خانه خالی را این قبول نمیکنه. دوباره این را همچنان دلت میکنم، ببینید 8 تا شد. خب بجای از این من تکست نوشته میکنم، مثلا کابل، کابل دیگه همچنان برخ نوشته میکنه. ببینیم همچنان تکس را هم قبول نمیکنه، خانه خالی را، سیل خالی را قبول نمیکنه. صرف عدد باشه، تعداد سیل های اون عدد داره به ما جمع میکنه، تعدادش نشان میده به ما. خب دوباره بعدا خواسته باشیم که هم که متن یا تکست داشته باشه، هم نمبر داشته باشه، اینمی رو به ما تعداد سیل ها را به ما نشان بده. بگیم چی میکنیم؟ بدون خانه های خالی. ببینید به جمعی مساوی به count A قوس شروع، معدود را انتخاب میکنیم، قوس بند. ببینید حال ما در اینجا داریم هم نمبر داریم هم تکست داریم، انتر. ببینید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 سیل ما دارای متن و دارای عدد می باشد، اما دو تایش است خالی است. اینجا سیل های خالی را به ما تعداد به مجموع تعداد این به اینا جمع نمی کنن. ببینید حالا باز اینجا داریم مثلا count blank داریم. count blank چی میکنه؟ تعداد سیل های خالی را با ما نشان بده. مثلا مسایبه count blank قوس شروع به این شکل انتخاب میکنیم، قوس بند انتر. ببینید یک تا دو تا دو تا خانه خالی داریم، یعنی سیل خالی داریم. یکم وقتا میشه جدول بزرگ داشته باشیم که مثلا اینجا اکاونت نمبر این چیزا را اد کرده باشیم، اکاونت نمبر کارمند را باز یکان تاش اد نشده باشه، باز خواسته باشیم ببینیم که به چند تا سیل ما اطلاعات درج نشده، یعنی خالی مانده، از این فرمول کاونت بلنگ استفاده کرده میتونیم. این شد یک فرمول کاونت، کاونت A count blank. خب ببینید count pages count count چی میکنه؟ تعداد سیل ها را به ما نشان میده که عدد دار باشه، دارای عدد باشه، نمبر باشه. باز count A تعداد سیل ها که اطلاعات باشه، مشکل نیست که تکست باشه یا عدد باشه، مشکل نیست. خب count blank اونم سیل های خالی را، تعداد از اون را همون نشان میده.
خب باز داریم دیجا count f داریم، اینا را حذف میکنم. ببینیم به این شکل count f، مثلا ما خواسته باشیم که دیجا با ما مثلا مساوی با count f تاز شروع با ما بکار است که پردکت رو انتخاب میکنیم. از بین اینمی پردکت ها ما سی پی او پرینتر که داریم با ما تعداد ماوس رو با ما نشان میده، یعنی محاسبه کو. ببینین count f محدود رو انتخاب کردیم، کاما بعدا بالای ماوس کلیک کردیم، باز قوس بند انتر. ببینین سه تا، یعنی در بین اینمی قدر پردکت یا تولیدات ما سه دانه ماوس داشتیم، یا که میگیم با ما پرنتر رو نشان بدی، یعنی تعداد پرنتر ها رو. ببینیم سه تا پرنتر داشتیم، یک تا، دو تا، سه تا. یا با ما کیبورد رو نشان بدی، صرف اینمی بخش تغییر میتین، مثلا کیبورد انتر. ببین یک تا کیبورد داریم، دی بسته یک تا کیبورد داریم. count f به شکل استفاده میشه. ببین حال ما در بین اینمی قدر پردکت ها تولیدات کدام از این را پیدا کردیم؟ کیبورد یا ماوس یا پرنتر. حال استفاده میکنیم از count fs. count fs چی میگه؟ مساوی با count fs، count fs قوس شروع. و ما از بین اینمی پردکت ها به این شکل انتخاب میکنیم، کاما در بین اینمی قدر پردکت ها ماوس رو نشان میده، کاما از کدام کمپانی باشه؟ از کمپانی ای باشه. مثلا تعداد ماوس ها را به ما نشان بده، دوباره کاما مثلا کمپانی ای انتخاب کردیم، قوس بند انتر. ببینیم در اینجا در حقیقت ما یک دو سه، سه تا ماوس داریم، اما ما در اینجا گفتیم که به ما صرف هم ماوس ها رو محاسبه کو که از کمپانی ای باشه. ببینیم در اینجا یک ماوس داریم از کمپانی، دو ماوس داریم از کمپانی ای، اما یک ماوس دیگه داریم از کمپانی سی اس. یک بار دیگه کار میکنیم، ببینین اینجا مساوی با count f s قوس شروع، پردکت ها را انتخاب کردیم، کاما کدام پردکت رو ما میخواییم؟ مثلا پردکت ماوس باشه دوباره. خب کاما از کدام کمپانی باشه؟ محدوده کمپانی ها را انتخاب میکنیم، کاما بعدا ما میگیم که از کدام کمپانی باشه؟ کمپانی سی باشه. کمپانی سی یک تا ماوس داریم اینجا، قوس بند انتر. ببینید از کمپانی سی ما چند تا ماوس داشتیم؟ یک تا ماوس داریم. ببینید اینجا از کمپانی سی، اما دو تا ماوس از کمپانی ای داریم، یک دو به این شکل. خب دوباره میاییم با فرمول و فانکشن ماکس. مثلا دیجا اینو رو ما ظرف کرده بودم، قیمت های زیره کشیدیم، ما میگیم که بزرگترین قیمت اینمی محدود رو با ما نشان بده، مساوی با ماکس قوس شروع، محدود رو انتخاب میکنیم، قوس بند انتر. ببینید 17500 بزرگترین قیمت همین محدوده بوده، این همین سیل ها. خب دوباره ما میگیم که کوچکترین محدود، کوچکترین قیمت این محدود را با ما پیدا کن، مساوی با مین قوس شروع،
این شکل انتخاب میکنیم، خواست بند اینتر 140 بوده. باز در اینجا ما داریم که دی مکس دی مین داریم. دی مکس دی مین چی کار میکنم؟ ببینیم این را کمی طرف انتقال میتیم. خب ما میگیم که بزرگترین قیمت کمپانی A باشه و هم از بخش ماوس باشه، او را بمون پیدا کن. مثلا مساوی با اول انتخاب میکنیم کمپانی را، کپی نیجه پیست میکنیم، دوم پروڈکت را کپی میکنیم پیست، سوم مثلا اماونت از ایره خواسته باشیم دریابیم، اماونت را انتخاب میکنیم. خب بعدا با سیل اماونت کلیک میکنیم، مساوی با دی ماکس قوس شروع. خب انتخاب میکنیم بسته جدول رو، بعدا کاما. حال از این جدول چرا میخواییم پیدا کنیم؟ بزرگترین اماونت را پیدا کنیم. کاما انتخاب کردیم اماونت رو، باز کاما. بعدا کدام چیز، یعنی از کدام کمپانی، مثلا از کدام کمپانی باشه، چه نوع پردک باشه، به خاطر از این هر دو محدوده را انتخاب میکنیم، کمپانی پردک. مثلا کمپانی را انتخاب کردم، پردک را همچنان یک رو پایین از این انتخاب کردم به این شکل. بعدا قوس بند انتر. ببین حال از خود اینا بزرگترین قیمت را به ما پیدا کرد مثل قبلی، اما در اینجا ما مشخص میکنیم که ما میگم که کمپانی ای هم کیبورد از کمپانی ای فروش شده، هم ماوس فروش شده، هم دوتا، یک تا دوتا ماوس و یک تا کیبورد به فروش رسیده. ببینید من میگم از کمپانی ای باشه، می از کمپانی ای باشه 1560 روپیه سودا شده، یعنی بزرگترین قیمتی که، یعنی مبلغی که از کمپانی ای به فروش رسیده چی بوده؟ 1560 روپا بوده. اینمی کیبورد است 1560. اما در اینجا داریم از کمپانی ای ماوس هم داریم 480 است، اما ای بزرگترین نیست. از کمپانی دیگر ماوس داریم 140 است، از کمپانی ای یک کیبورد داریم 1560 است. بزرگترین قیمتی که به فروش رسیده، بزرگترین قیمتی که مربوط به کمپانی A باشه و ما در اینجا نشان داد. خب ما میگیم نه، از کمپانی A باشه، بعدا چی باشه؟ بخش ماوسش، یعنی پردکت ماوسش بزرگترین از او را به ما نشان میدیم. مثلا در اینجا باز نوشته میکنیم ماوس انتر. ببینین ماوس بزرگترین قیمت کمپانی E کدام بوده؟ 480 افغانی. ببینید ماوس 480 افغانی بزرگترین قیمتش. خب دیگه ماوس داریم اما 140 است، این بزرگترین قیمت کمپانی A نیست. خب دیگه ماوس داریم اما مربوط به کمپانی C است. ببینید به شکل، خب هرگاه خواسته باشیم دیگه تمین از این اینمی فرمول را خواسته باشیم استفاده کنیم، تمین ایرم میتونیم اینمی مکس را مین با مین تغییر بدیم. در مثلا کوچکترین فروش کمپانی ای که مربوط به ماوس باشه نشان بده. ببینید کوچکترین قیمتش به ما نشان داد به این شکل. خب باز دیگه داریم تریم. تریم چی کار میکنه؟ تریم به این مانا که با پایین میاییم. ببینین سی فنکشن دیگه هم داریم همچنان، اپر، لاور، پروپر.
trim enemy function trim چیکار میکنه؟ ببین دیگه یک جدول داریم. مثلا احمد محمود ای چیزا ای نام ها دیگه اضافه شده. ببینید دیگه ما مثلا احمد داریم، دو سپیس میتیم، ای سالی درست است، به ایم دو سپیس میتیم به این شکل کریم. یکان جدول ها می باشه که قبل از اینکه ما اطلاعات را درج کنیم یک سپیس تصادفاً یک سپیس داده باشیم. مثلا اینمی نام ها و اگر منظم میکنیم بگویم بسیار وقت های مرا میگیره. یعنی چی میکنیم؟ اینمی سپیس را قبل از که تیپ کردن شروع میکنیم یک سپیس اگر داده باشیم اینمی سپیس را از بین میبره. ببینید مثلا مساویبه تریم قبل شروع این شکل انتخاب میکنیم میره. مثلا این را انتخاب میکنیم قوس بند انتر. ببینیم احمد شد، دیجا سپیس داریم اما دیجا سپیس نداریم. این را به این شکل کش میکنیم. ببینیم به این شکل حال یکشم سپیس نداره به این شکل. حال بالایز کلیک کنیم ببینیم فرمول داریم. این را چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم این را بعدن رایت کلیک کپی میکنیم. بازی قسمت رو انتخاب کرده بعدن با پست سپیشل میایم، پست سپیشل ولیوز انتخاب میکنیم. اوکی ببینید اونمو سپیس ها از بین رفت. خب دیگه بعدن داریم اپر لاور پراپر. اینو چیکار میکنم؟ مثلا در یک جدول مثل امی یک جدول باشه. خب ما خواسته باشیم که اینمی نام ها را به حروف های بزرگ نوشته میکنیم. بگوییم یه را حذف کرده دوباره کپس لاک را آن کرده تیپ کرده بشینیم بسیار وقت های ما را میگیره. مثلا در جدول های بزرگ ما میخواییم چی کنیم را مثلا مساوی و اپر قوس شروع این انتخاب کردیم قوس بند انتر. ببینید احمد دیجا حرف کوچک است، دیجا حرف بزرگ و حرف بزرگ تبدیل شد. حال به این شکل کش میکنیم میره. ببینید همه گزیره به حرف بزرگ تبدیل کرد. پس دوباره کپی میکنیم میره کپی بعدا یک قسمت رو انتخاب میکنیم دوباره میایم بالای پست سپیشل کلیک میکنیم. از اینجا با ما فالیو قیمت از زیر ما میخواییم پست کنیم. فرمول از رو نه. ببینیم به شکل همه از اینا چی شد؟ به حرف های بزرگ تبدیل شد. هر حالی دلیت میکنم هیچ مکار نیست با ما. باز اگر به این شکل به حرف های بزرگ نوشته شده باشه ما میخواییم ایره به حرف کوچک تبدیل کنیم. از لاور استفاده میکنیم. ببینید مسایبه لاور قوس شروع تکست انتخاب میکنیم به شکل قوس بند انتر. ببینید به حرف کوچک تبدیل شد. حال به شکل ایره همچنان کش میکنیم پایین. ببینید همگی اسم های ما به حرف کوچک تبدیل شد. حال دوباره رایت کلیک میکنیم کپی انتخاب میکنیم محدود دارم پست سپیشل ولیو اوکی. ببینید همه نام های ما به حرف کوچک تبدیل شد. حال دوباره میخواییم که پراپر چیکار میکنه. ببینید پراپر مثلا خواسته باشیم که اینمی حرفا همگیش به حرف کوچک نوشته شده. در انگلیسی یک قانون داریم که اسم باشه مثلا اسم خاص حرف اولش به حرف بزرگ باید نوشته شود. با حرف بزرگ باید نوشته شود.
ببین چی میکنیم؟ اپر اینمی حرف اول اینمی نام ها را به ما به حرف بزرگ تبدیل میکنم. مثلا مساوی به پراپر خاص شروع احمد انتخاب میکنیم، خاص بند انتر، به شکل به شکل کش میکنیم. ببینید احمد بزرگ، صالح، ولی، غنی، کریم، قادر، همهش به حرف اولش به حرف بزرگ تبدیل شد و دیگه هایش به حرف کوچک تبدیل شد. شاگردای عزیز، این بود درس امروزی ما. تا درس های بعدی خداوند یار و مددگار دان بود. خداحافظ.